سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژمون و در حقیقت این جلسه میخوام بریم سراغ آپدیت کردن لاگ. یعنی ما وقتی روی این صفحه من کلیک میکردم این لاگ باز میشد بتونم اینجا آپدیتش بکنم. این آپدیت کردن بچه یه کار چند مرحله ایه و کاری نیست که مثلا توی یه مرحله بخوام انجامش بدیم، چند قسمت داره که با هم دیگه دونه دونه انجام میدیم. خیلی مرحله اول اینه که من وقتی روی یک لاگ کلیک میکنم اون لاگ رو به عنوان کارنت لاگ بشناسم. خب من توی ریدیوسر هم دوستان بذار اینا که بازر ببندم، توی ریدیوسر هم اینجا یه چیزی داشتم به نام کارنت، خب تو استیت هم یه چیزی داشتم به نام کارنت، میخوام اینو تنظیم بکنم. این هر وقت روی یه دونه لاگ میزنم کارنت من بشه اون لاگه. پس میام تو اکشن هم دو تا اکشن جدید اضافه میکنم، این پایین اضافه میکنم، یه نشون میذارم set current، set current log، یه دونم بعد بذارم clear current log، چون بعد اینکه کارمون تموم شد بعد پاک شد دیگه. اوکی خب برای set export cons set current مساییس با لاگو به عنوان ورودی میگیره، return میکنه type set current و پیلودش هم میشه اون لاگی که به عنوان ورودی گرفته. set current هم این بالا بچه ایمپورت کنیم، بالا من خودکار ایمپورت میشه، یعنی خود نیازی از کاری انجام بدم. خب حالا برای کلیر من دوباره همین رو کپی پیست میکنم، میرم اینجا set نه کلیر current پیلود نداره، این همیشه کلیر، اینو باید برم دستی بالا ایمپورت کنم، clear current لاگ دیگه با ما ورودی نداره، اینو باید بردارم. اوکی اینجا اضافه میکنم به این صورت. خب این هست. حالا برای آپدیت کردنش، برای آپدیت کردن میام اینجا این get log رو کپی میکنم، add و delete و اینجا بعد delete می نویسم update log. خب get log نیست، این update log، update log چی به عنوان ورودی میگیره؟ log رو به عنوان ورودی میگیره یه log. خب اینش که اوکیه، const await fetch میزنه به کجا بچه ها؟ به logs slash، حالا من بکنم backspace backtick log.id، اینو بکنم backtick و این هم همچین. خب خط بعدیش که همینه، فقط آهان اینجا یه پارامتر دومی باید بزنیم چون داریم آپدیت انجام میدیم دیگه، گت نیست. خب من میگم که یه متد داریم، متد از نوع پوت میشه، یه بادی داره جیسون داد استرینگیفای چی بچه اون لاگو بهش میده. خب و یه هدس که چی داشت بچه هایتون، یه کانتنت تایپ داشت، کانتنت تایپ اپلیکیشن جیسون. خب بعد این که اینجا اوکیه و این هم میشه بچه چی؟ آپدیت لاگ، آپدیت لاگ پیلودش هم که میشه دیتا، اینم میرم بالا ایمپورت میکنم.
توی تایپا به این صورت. خب اینم از اکشنمون، یه چکش هم بکنیم دوباره. فچ میزنیم، لاگ آی دی لاگ. اوکی اوکی اوکی. خب حالا بریم تو ریدیوسرمون، اینو میبندم توی ریدیوسر. اول این تایپاش ایمپورت میکنم. خب یه دونه آپدیت داشتیم، آپدیت لاگ، یه دونه ست کارنت داشتیم، یه دونه کلیر کارنت داشتیم. خب میام پایین، بعد از دیلیت لاگ و ست لودینگ، اول اون ست کارنت و اینا که آسون تره رو می نویسم، بعد میریم سراغ آپدیت. میگم اگه از نوع ست کارنت بود، خب در این صورت ریترن بکن، یک دو سه استیت و کارنت. کارنت هم میشه اکشن داد پیلود، میشه اون لاگی که تو اکشن رو با خودش میاره. خب برای کلیر کارنت هم همین رو من دوباره کپی میکنم، بسید کپی نمیکنم، بسید بنویسم کیس کلیر کارنت ریتر میکنم، یک دو سه استیت، فقط کارنتش میشه چی بچه ها؟ نال. خب این از این. بریم سراغ آپدیت کارنت، آپدیت لاک. خب میام اینجا بعد دیلیت کیس، اگه از من آپدیت لاک بود ریترن بکن استیتمو و خود لاگ رو. خب میخوام چیکار کنم؟ میخوام یه لاگی رو آپدیت کنم، درسته؟ پس میام روی لاگم استیت داد لاگز مپ میزنم به هزار هر لاگی که داخل این آرایم وجود داره، اون لاگی که آیدیش برابره اکشن داد پیلود داد آیدی، یعنی برابر آیدی اون لاگی که به عنوان ورودی اکشن گرفتم، یعنی همون لاگی که میخوام آپدیتش کنم، اگر برابر بود، یه ترنینگ اکسپرشن دارم می‌نویسم، بذارید اینو ببندم. اگر برابر بود در اون صورت اون لاگ قبلی رو بردار جایگزین کن با اکشن داد پیلود، اگر برابر نبود همون لاگ قبلی رو نگه دار. اوکی میشه اینجوری. خب حالا بریم سراغ اکشن ست کارنت. میام تو لاگ، هم تو لاگ آیتم. خب کجا این اتفاق می افتاد؟ اینجا که من کلیک میکردم رو لینک بچه ها، درسته؟ پس باید اینجا این کار انجام بدم. قبلش چند تا کار باید انجام بدم. اول این بالا ست کارنت رو به عنوان پرافس بهش پاس میدم، بعد ست کارنت رو باید از اینجا تو اکشنم بیارم، ست کارنت، بعد ست کارنت رو باید این پایین توی کانکت هم اضافه کنم، تو پرابس هم اضافه کنم. خب بعد میام بالا اینجا، بعد از این کلاس نیم هم که به این دادم، یه دونه متد آن کلیک اضافه میکنم، میگم اگر روی این کلیک شد شما ست کارنتر اکشنش رو فراخونی کن. یه رو فانکشن مینویسم ست کارنت، این لاگر رو به عنوان ورودی بهش میدم. خب بریم یه چک بکنیم. خب گت لاگ هم چرا به هم ریخت؟ آمد. خب الان من میخوام روی این کلیک کنم ببینم ست کارنت هم اینجا تو استیت آپدیت میشه. یعنی الان تو استیت هم کارنت من ناله، میبینید؟ من روی این کلیک میکنم، نکنه کارنت هم عوض شد بچه، میبینید؟ حالا باید اینجا من اینو ببینم، یعنی صرفا تو استیت نباشه، تو این صفحه ادیت هم اون کارنت لاگ هم اینجا ببینم که این کارنت همه، اینو اینجا داشته باشم. خب بریم بیام جلسه بعدی بحثش رو ادامه بدیم. فعلا خلاص.